همون در واقع فلاکسه. یعنی بردار پوینتینگ اینطوره. اگر میخواییم بدونی این کامویش همینه. منتها این توان روی زاویه ها چیز شده. انتگرال گرفته شده. آیا موجی که میاد از این ور میاد، از اون ور میاد، از اون ور میاد، از هر طرفی که میاد ما اون رو به حسابش میاریم. بنابراین روی زاویه فضایی انتگرال گیری میشه که از هر طرف بیاد اون رو من توان حساب بکنم. این موج گرانشی رو نگاه بکنید. تخت یه اچ مینو داریم و از روی این اچ مینو شما میتونید برین یه صفحه پیش، یه چند صفحه پیشتر که این اچ مینو چقدر انرژی و مومنتوم داره. وقت این انرژی مومنتوم تانسورش رو تشکیل بدین، جمله صفر صفر انرژیه و اون کمیت زیرش صفر صفر آر، صفر تتا، صفر فی، اینا فلاکسش. خیلی روشنه. منتها خب ما اینجا رو اصلا رد شدیم دیگه، که صحبتی نکردیم. اینی که الان این افهام رو به وجود آورده. ببینم. چرا این اس کی اومگا اونه؟ تولید، نه این تولیدشه. تیمینو فرمول 878 نگاه بکنید. نگاه کرده این؟ 878. بله. وقت توی این فرمول یه تیمینو دارین. وقت این تیمینو را برای موج گرانشی که R2 رو صرف نظر کرد، نه R2 رو صرف نظر نکردیم، R1 رو صرف، R1 اصلا خود به خود می افتاد. وقت به جای R2 از H مینو مقدار بگذارین و جمله صفر صفرش انرژیه بر واحد حجمه، اون وقت جمله صفر یک دو سه چیزه، فلاکسه. سوال دیگری داریم؟ چی؟ ببینید من که حرف میزنم یه اختشاشی در هوا منتشر میشه. و این اختشاش تابعی از اکس و تیه و اون وقت وقتی که این صدا الان منتشر شد، یه زمانی شروع شد و یه زمانی هم تمام شد. بنابراین این موجی که به سمت شما بیاد یک ویو پکته، در یه بازه میاد و رد میشه، گوشتون میشنوه و بعد یه لحظه بعد که صوت رد شد تمام شده. خب در صورتی که اگر موج سینوسی بود این مرتب توی گوشتون زنگ میزد، که ما که یه نفر که آرشه تار میکشه وقت این صدا رو ممتد میشنویم. اون صدای سیم تار یه موج سینوسیه که در هوا پخش میشه، در فضا از منهای بینهایت تا بلا بینهایت، اگر ایدئالی صحبت بکنیم در زمان از منهای بینهایت تا بلاوی بینهایت، یا اقلا از صفر تا زمان بینهایت، مادامی که این آرشه کشیده میشه روی سیم تار. خب ولی این یه بسته موجه، گسترش محدودی داره در فضا. حالا شما میتونین این گسترش محدود در فضا رو، این رو این
یک ارتعاشی دارین، اسمشو گذاشتم یو تابع از اکس و تی. شما میتونید این رو بست بدین، بنویسین summation u of x k ای به توان i omega t u x و t km عبارت باشه اومیگا. اومیگا چی بود؟ سی اومیگا؟ سی کی؟ سی کی اومیگا تقسیم بر سی. بله. وقت این یو کی در اکس عبارت هست از یو اکس و تی در ای علاوه آی اومیگا تی، این منها بود، اینو من علاوه نوشتم، یو کی و اکس دی تی. این الان فوریه ترانسفورمه، این یو اکس و یو کی در اکس فوریه ترانسفورم زمانی اینه. وقت این یه صدای ممتدی بهتون خواهد داد، ولی هنوز فضاش چیزه، محدوده. و دلتون میخواید این اکسش رو هم یوکی رو، اینو بهتر که اومیگا بگذاره مثلا. و از کی بگم که این عبارت است از یو اکس و یو اومیگا اکس ای به توان آی کی اکس دات اکس، این دفعه دی اکس. و این از این ویو پکتی که در فضای اکسا بود، یه ویو پکت در فضای کی ها درست میکنه، و به طوری که شما آخر سر این یو اکس و تی رو بتونیم بنویسین سامیشن یو یه چیز اف کی در ای به توان منهای آی اومیگا تی منهای کی دات اکس. و ای الان اگر این دامنه یک بود، موج تخت بود در تمام فضا از منابینا تا بلا بیناته، و در تمام زمانها هم از صفر تا بی‌نهایته. و الان تجزیه موج به فرکانساش که اومیگا را هم سی کی بنویسید. خب حالا چی بود دیگه سوالتون؟ موج صوتی بسته بینید که به چیش نگاه بکنید. ارتعاشات جابجایی های فضا چیز نگاه بکنید، لایه های هوا نگاه بکنید، موج طولی. ولی اگر به فشارش، به چگالی هوایی که این تا هست، اصلا معنا پیدا نمی کنید موج طولی یا عرضی. ولی در سیم تار موج عرضی. دیگه سوالی نیست، شروع بکنم ها؟ بله. اومیگا مساوی سی که من یادمه. ها؟ درسته؟ سی سرعت انتشاره. کجاست؟ فرمولشو بگید. 8.74. هشت هفتاد و چهار
K مساوی سی اومیگا. K یک بر طول. سی طول بر زمانه. بله، بله، اشتباه است. اصلا فرمول 8.73 هم اشتباه است. اومگا دو منهای سی دو کی دو. درسته؟ ها؟ نه، این رو بنویسیم. اومگا دو بر سی دو. سی دو کی دو. اومیگا دو بر سی دو منهای کی دو. فصل آسونه، شاید به گوشتون خیلی از این مطالب نخورده باشه، از اون لحاظ ممکنه نو باشه. اگر کیهان را به معنای هر آنچه هست بدانیم، مشکل بتوان تعریف جامع و مانعی برای آن پیدا کرد، زیرا هیچ کس اشراف لازم و کافی با آنچه هست و نیست ندارد. انسان امروز به کمک اسباب و ابزار ابداعیش آسمان را از زمین و آسمان و بیرون از آن رصد کرده و در 100 سال گذشته آگاهی های گسترده به دست آورده است. ولی هنوز نمی داند و ادعا نمی کند که اون چرا که شناخته است همه کیهان یا بخش قابل توجه از کیهان یا اندکی از جهان بزرگی است که با آسانی یا به دشواری یا هیچ وقت به اون دست نخواهد یافت. این جمله توجه کردیم؟ وقتی که میگیم کیهان یه چیز نامفهومیه، نمیدونیم این همه اون چیزی که هست یا بخش کوچیکی ازش هست یا بخش بزرگی ازش هست یا چیه. یه مقدار زیاد اطلاعات داریم ولی اینکه کلش چقدره خبر نداریم ازش. این نکته توجه بکنیم. از اسطوره های آفرینش اقوام که بگذریم، از زمان بطلمیوس حدود 90 تا 168 میلادی تا کوپرنیک که قرن 15 و 16 زمین مرکز عالم دانسته می شد، 5 سیاره شناخته شده اون زمان، تیر، ناهید، بهرام، برجیس و کیوان، هر کدام فلکی داشتند. فلک ها دور زمین می گشتند و سیاره ها در فلک خود حرکت های پیش بینی شده داشتند. ببینید اون چیزی که نجوم بطلمیوسی گفته میشه عبارت از اینکه زمین مرکز عالمه، ستاره های ثابت دور خورشید دور زمین میچرخند، اون وقت خورشید در وسط ستاره های دیگر جاشو عوض میکنه در طول یک سال. نمیدونم در برج حمل هست، برج جوزا هست، سور هست، حمل هست، فلان این چیزا، تا اون 12 برجی که میشناسیم. اول بارم میرسه به حمل، یک سال طول میکشه،
حمل، سرج، اوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، جدی، دلو، حوت، تا برسه دوباره به این چیز حمل. اون وقت زوار فلکی هم که داستانشو میدونیم، خودم ها نگاه کردن اون چهار تا از چهار ستاره که اونجا هست مثل گوسفند دیده میشه. اون یکی ها مثل یه چاهایی که ازش آب میکشن، پس اونو بگیم دلو، این یکی رو بگیم حمل، اون یکی گاو مانند سور بگیم یا شیر مانند اسد بگیم. به این ترتیبه این داستان. و پس ستاره ها نسبت به هم ثابتن ولی همه دور زمین میچرخه. این فلک الافلاک. اون وقت ماه در این آسمان حرکت میکنه بین ستاره ها. بعض وقت ستاره ها جلو میفته، ستاره های ثابت. بعض وقت عقب میفته. یه حرکت کج کوله ای داره. همینطور تیر و ناهید که اینا قبل از زمین، نزدیکتر از زمین قرار گرفتن، هر کدوم از اینا یه مداری دارن. اون مدار رو بگیم، اسمشو بگیم فلک. و روی این فلک مدار حرکت میکنن. بعض وقتا حرکتشون سریع، بعض وقتا کند. بعد مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، اونا هم باز حرکات تندشنده و کندشنده دارن در بین ستاره های دیگر. این نجوم بطلمیوسی درسته و پیشبینیاش هم درسته، برای اینکه خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، نمیدونم از طلوع و غروب چیز، فصل های بهار و تابستان و پاییز زمستان، همه اینا رو خوب و قشنگ توجیه میکنه. منتها مسئله اینه که از دید ناظری که روی کره زمین نشسته درسته، ولی اگر شما برین از زمین بیرون روی خورشید بشینید، وقت تصویر ساده تری میبینید. این درست نیست که بگیم که قدما نجوم غلطی داشتند. قدما نجوم درستی داشتند. منتها از یک دستگاه مختصاتی نگاه میکردند که خیلی مناسب نبود تصویر روشن ببینه. این نکته توجه میکنید؟ نجوم بطلمیوسی غلط نیست. اینکه خورشید دور زمین میچرخه غلط نیست. اگر رو زمین باشیم، بله خورشید هر روز از میاد و میره دور زمین میچرخه دیگه. از این واضح تر که چیزی نمیشه. خورشید دور زمین میچرخه و دو نوع چرخش هم داره. یکی به 4 ساعته، یکی هم در طول سال. از که یه فصل رو، چهار فصل سال رو رد شده و برگشته. منتها چون در دستگاه مختصات نامناسبی نشستیم، تصویر خیلی پیچیده میبینیم. آشنایی دارین شما دستگاه مختصات رو؟ در بعضی وقتا یه دستگاه مختصات برای یه مسئله مناسب باشه، برای یه مسئله دیگر مناسب نباشه. مختصات عوض میکنین. و مثلا یه جا ترجیح میدی که با مختصات کروی کار بکنی، اگر سیستمایی که کار میکنی تقارنای کروی داره. یه جا ترجیح میدین که مختصات کارتزیان اکس وای زد به کار ببرین وقتی که تقارن چیز نداری. نجوم بطلمیوسی و نجوم کوپرنیکی تفاوتشون در دستگاه مختصاتی که انتخاب کرده. در نجوم کوپرنیکی خورشید مرکز عالمه. تازه اینم یه 300 سال دیگر متوجه میشیم که نه، بهتره که خورشید رو هم مرکز عالم نگیریم و مرکز رو یه جای دیگر جستجو بکنیم. و بالاخره به امروز که میرسیم، به نتیجه میرسیم که اصلا بهتره قید مرکز رو بزنیم. هیچ جای عالم مرکز عالم نیست. یا همه جای عالم میتونه مرکز عالم باشه. کما اینکه روی یک کره، روی سطح کروی، کجا رو بگیریم که مرکز بود؟ کجا رو بگیریم قطب شمال، کدوم جنوب؟ اختیار خودتونه.
هر کجا را میتونید قطب شمال و قطب جنوب یک کره کامل بگیرید. کیهان موجود هم تا اونطوری که میشناسیم هیچ جای امتیازی به هیچ نقطه امتیازی به نقاط دیگر نداره. بنابراین شما هر جا باشین از اطرافتون رو یکسان خواهید دید، کما اینکه در روی کره دوربرتون نگاه بکنید از هر نقطه نگاه بکنید یکسانه. حالا بعدا این رو به عنوان یه اصلی کیهان شناختی به مرتبه یک اصل ارتقا میدیم و خیلی حرفا داریم باشون. فلک ها دور زمین میگشتند، سیاره ها در فلک خود حرکت های پیشبینی شده داشتند. نظری زمین مرکزی توصیف عالم از دید ناظر زمینی نظریه درستی است. احوال آسمان را شامل آمدن و رفتن فصل ها، طلوع و غروب خورشید و ماه و ستاره ها، گرفتگی ماه و خورشید را به درستی و با دقت بسیار خوب پیش بینی می کند. ولی می شود به جای زمین روی خورشید نشست و تصویر ساده تری از آسمان دید. در کیهان خورشید مرکزی این رو مسئولش رو چیز میشناسیم، کوپرنیک میشناسیم. ولی حالا این جمله رو بخونیم. در کیهان خورشید مرکزی همه ستاره ها کم و بیش نسبت به خورشید ثابتند. سیاره ها و زمین دور خورشید میگردند و ماه دور زمین میچرخد. در نجوم اسلامی از استرلاب زورقی ابو سعید سدزی قرن چهارم هجری، قرن پنجم هجری، معاصر عضدالدوله و ابو ریحان بیرونی که بر پایه نظریه خورشید مرکزی ساخته شده بود سخن رفته است و ابو ریحان آن را ستوده است، یعنی این استرلاب زورقی ابو سعید را. ولی به نظر می رسد منجمین زمان آن را تنها یک شگرد صنعتی دانسته اند، نه واقعیت از دید ناظر مستقر در دستگاه مختصات لخت خارج از زمین. نظریه کوپرنیک نقطه عطفی در تاریخ نجوم است. خورشید در مرکز عالم قرار می گیرد، زمین مقام خود را از دست می دهد و در کنار سیارات دیگر می نشیند. کپلر قرن چندم و 16 و 17 بر مبنای رصدهای خود و دیگران. کپلر حدود 100 سال از کوپرنیک عقب‌تر بود. کوپرنیک کی گفتم؟ کوپرنیک قرن چندم بود؟ بله. کپلر رصد کننده بود و بر مبنای رصدهای خود و دیگران سه قانون حرکت سیاره ها دور خورشید را مدون می کند. و نیوتن هنوز یه 50 سال عقب‌تر از کپلر آنها را به صورت قضیه های ریاضی از نظریه گرانش خود به دست می آورد. این رو در تقدیم عزیز عطارد من کم و بیش گفتم، مدار سیارات را به دست آوردم، سه تا قانون کپلر ازش میاد که مدار بیضی است و فلان اینا. تا اینجا حرفی داریم؟ سوالی؟ کجا؟ فکر میکنم اون داستان باشه. کوپرنیک یه منجم درست حسابی بود، اقلا نجوم پطلمیوسی رو خیلی خوب میشناخت و مطمئنا دائم فکر و ذکرش
در بین دعاها و این چیزهای خودش که موظف بود در کلیسا انجام بده، فکر و ذکرش تمام این نجوم در کلش بوده. حالا ممکنه موقعی که خواب بوده هنوز در عالم خواب نسبت به اونا کار میکرد، فکر میکرده. بله. خیلی وقتا من مسائل خودم وقتی که روز به شدت متمرکز هستم تو خواب میبینم. فراغت بیشتری داشته فکر بکنه. بله. این داستان مخالفت کلیسا با نجوم کوپرنیکی عبارت از این بود. در الهیات حتی اسلامی و الهیات مسیحی خداوند برترینه و انسان در مقام بعدی برترین موجود چیزه، خدا آفریده است. خداوند بشر یه درجه پایین تر از خداوند آوریده خداست، بقیه موجودات خیلی پستر از انسان. تا به امروز هم همین فکر تو کله خیلی ها هست، خیلی همون هست. اینی که حیوان و درخت و نمیدونم سنگ و خاک و اینا به بابای آدم نمیرسه، چون آدم هوش داره میتونه فکر بکنه. اون وقت بنابراین و چون زمین مقر انسانه، پس بنابراین زمین یه افتخاری پیدا میکنه که بهتر موجود رو که خدا آفریده جاش باشه. و اون وقت نجوم بطلمیوسی رو کلیسا در بس قبول کرده بود، ولی اون که منجم هم نبودند. یه دفعه وقتی که گفته میشد که زمین مرکز عالم نیست، این به پر قبای کشیشان برمیخورد. ای بابا، زمین مقر اشرف‌ترین مخلوقات خداست و حالا این رو در بیاریم بگیم که نه خیر، زمین چنین شرافت و نجابت و افتخاری نداره. داستان این بود. ببینید این جملات که من اینجا انتخاب کردم چگونه داریم دور میشیم از علوم مخلوط با فلسفه و یواش یواش نزدیک میشیم به علوم مبتنی بر تجربه، بر مشاهده. اون نظریه کوپرنیکی، اسطورلاب زورقی چیزم ذکر کردم، خیلی پیشتر، 2300 سال قبل از چیز، بیشتر 500 سال قبل از کپلر، منجمین اسلام اقلا بعضی هاشون میدونستن که میتونه آدم در روی خورشید باشه تصویر ساده تری ببینه. منتها منجمین اسلامی و دانشمندان اسلامی همیشه مرعوب به اون چیزی که از یونان گرفته بودند بودند. خیلی جرأت نمی کردن جسارت بکنن به ارسطو یا به افلاطون ایراد بگیرن، به جز ابو ریحان که در یکی دو مورد میگیره و ابن سینا که بهش جواب میده، به یه نحوی تفره میره از جواب درست دادن که به ارسطو نباید، معلم بزرگ، به ارسطو نباید ایراد گرفت. یه مباحثه از بین ابو ریحان و ابن سینا، سوال جواب. بریم اون رو پیدا بکنید بخونید ببین ابو ریحان چی میگه و ابن سینا چی جواب هایی میده. ابو ریحان آدم تجربه گر بود، مشاهده گر بود. دوربریاش حتی ابن سینا چنین نبودند و فکر و ذکرشون این بود که
از راه تعقل و اندیشه صرف، اندیشه صرف بتونن اون چرا واقعیات اون چرا که هست بفهمن. این تفاوت درشون بود. البته ابن سینا از نظر در مسائل پزشکی حتما به مشاهدات اهمیت میداد، ولی در مورد مسائل فلسفی دیگر مربوط به آسمان و ریسمان اینا واقعا آسمان ریسمان بافته. دو تا کتاب بزرگ از ابن سینا هست، کتاب قانون که فلسفه است، نه پزشکیه، و کتاب شفا که کم و بیش فلسفه است. توی کتاب شفا چیزی به درد بخوری امروز نمیتونیم پیدا بکنیم، ولی کتاب قانونش که مربوط به پزشکی هست، اگر پشت کوه یه جا مریض دلتون درد گرفت و نمیدونم پاتون شکست و این چیزا، هنوز میتونید دور براتون نگاه بکنید یه دوا و درمان برش پیدا بکنید از روی کتاب قانون. یعنی اون تعقل بدون مشاهده به اطراف از زمان در از کسی مثل ابن سینا امروز هیچ ارزشی نداره. به همین جهت هم شما در هیچ جا از کتاب شفای ابن سینا در مدارس، در دانشگاه ها، در چیزا نمیبینید. فقط باید برید در حوزه این کتاب رو بخونید. ولی کتاب قانونی چرا؟ اونایی که پزشکی سنتی الان در دانشگاه ها دنبالشن به کتاب قانون ابن سینا مراجعه میکنه، برای اینکه مبتنی بر مشاهده است. خب بعدش این من خواهش میکنم این کلمات رو درست دقت بکنید. اینکه ببینید نیوتن، نقش نیوتن رو توجه بکنید. نیوتن قانون جاذبهش میگه که هر دو جسم همدیگر رو جذب میکنن، خورشید زمین رو جذب میکنه و زمین خورشید رو، و قانون جاذبه هم اینه که جرم یک جرم دو رو جذب میکنه، نیروی جاذبه متناسب است با جرم یک و جرم دو متناسب است با عکس مجذور فاصله. این رو روی زمین میشه آزمایش کرد و اون ضریب جی رو پیدا کرد. اون ترازوی اتوش همین کار رو میکنه، دو تا آونگ رو آویزون میکنه، بعد میبینی که اینا چقدر بهشون به همدیگه نزدیک میشن و وقت این جی رو اندازه میگیره. روی جرمهایی که در زمین میشناسیم و روی آزمایشگاه انجام میده. بعد نیوتن میاد میگه که خورشید زمین رو جذب میکنه مطابق همین قانون. معناش اینه که خورشید جرم داره و جرمش هم نوع همون جرمی که در روی زمینه. این بریدن از گذشته در نجوم بطلمیوسی توسط همین حرف نیوتن که در هیچ کتابی هم نوشته نمیشه، یک انقلاب بزرگیه. اون چیزی که در آسمان میبینین از نوع همون چیزهایی که در زمین میبینین، در صورتی که در نجوم اسلامی ماهیت ستاره ها چی هست، در کل در نجوم بطلمیوسی ماهیت ستاره ها چی هست، هیچ چیزی درش نمیبینین. این اولین گامه که شما میتونین مدیون نیوتن باشین که میگه که خورشید و ستاره ها از همون چیزهایی ساخته شدن که روی زمین. و بعد بسیار نیوتن دارم میگم، کپلر بر مبنای رصدهای خود و دیگران سه قانون حرکت سیاره ها دور خورشید را مدون میکند. نیوتن قرن 17 و 18
آنها را به صورت قضیه‌های ریاضی از نظریه گرانشی خود به دست می‌آورد. در کاربرد قانون گرانش نیوتن برای بیان حرکت سیاره‌ها دور خورشید، فرض بزرگ و تا آن زمان ناگفته و ناآزموده ای وجود دارد و اون عبارت از اینه: خورشید، ماه و سیاره‌ها جرم دارند و این جرم همان است که زمین هم از آن تشکیل شده است. اولین موردی که می‌خوریم به این که ماهیت اون چیزی که در آسمان می‌بینیم چیه؟ نوع اون چیزایی که در روی زمینه. تا اون زمان هیچ کسی چنین چیزی رو نگفت. پیشینیان هیچ وقت سخنی درباره چیستی روشنان آسمانی که آزمودنی بوده باشد نگفتند. تلسکوپ و اسپکتروسکوپ ساخته می شود، بنا به خورشید و ستارگان بررسی می شوند و با بنا به عنصرهای زمینی سنجیده می شوند و اعلام می شود هر آنچه در آسمان است از جنس عنصرهای زمینی است. پیشرفت بسیار بزرگی در علم. اون چیزی که در آسمان هست، حالا خورشید جرم داره باشه، ولی عناصرش چی هستن؟ این اسپکتروسکوپی نشون میده که خط هیدروژن رو میبینین، خط آهن رو میبینین، خطوط طیفی آهن رو میبینین، خطوط طیفی نمیدونم گوگرد میبینین، خطوط طیفی اکسیژن و هیدروژن رو میبینین. معناش اینه که هر آنچه در خورشید هست در نوع عناصری که در روی زمین هست. این ترتیب ستارگان، در مورد ستاره ها با بنا به عنصرهای زمینی سنجیده می شود، اعلام می شود هر آنچه در آسمان است از جنس عنصرهای زمینی است. این رو مدیون ویلیام و مارگریت هاگنز هستیم، این هویگنز نیست، هاگنز. به این ترتیب ستارگان در ردیف خورشید قرار می گیرند و ستاره شناسی به معنای پرداختن به ستاره ها با یاری فیزیکی که تا سده این تنها در روی زمین آزموده شده بود زاده می شود. در آنچه که در زیر می آید، نخست از خورشید و ستاره ها از نقطه نظر داده های فیزیکی، ردبندی بینابی، پیدایش و مرگ آنها به کوتاهی یاد خواهیم کرد. سپس به آرایش خوشه های ستاره ای، کهکشان راه شیری، کهکشان های بیرونی و خوشه ها و ابر خوشه های کهکشان ها خواهیم پرداخت. قانون هابل و انبساط کیهان را چنان که از رصدها دریافت این بررسی خواهیم کرد. برای داشتن تصویر روشنی از گستردگی آنچه در آسمان میبینیم، ناگزیر از دانستن دوری های میان ستاره ای و میان کهکشانی هستیم. فاصله ها در مقیاس منظومه شمسی چگونه اندازه گیری میشن؟ در مقیاس کهکشان ها چگونه اندازه گیری میشن؟ در روی زمین میدونیم فاصله ها را چطور اندازه میگیریم. کوچک باشه با سانتی متر و میلی متر اینا، خیلی کوچک باشه با میکرون نمیدونم میلی متر اینا، بزرگ باشه با متر، بزرگتر باشه با کیلومتر فاصله شهرها اینا، یا باد کره زمین. ولی در منظومه شمسی چیکار بکنیم؟ فاصله ها خیلی زیادن، نمیدونم این 150 هزار میلیون کیلومتر، اینا خیلی بزرگن دیگه، گفتنشون آسون نیست و یاد آدم هم نمیمونه. مثلا مشتری چقدر فاصله داره از خورشید؟ یاد آدم نمیمونه. یا اگر از منظومه شمسی رفتیم بیرون، نزدیکترین فاصله ما به فاصله ستاره دیگر، اونا رو با چه واحدی اندازه بگیریم؟ صحبت اینا رو خواهیم کرد. خب، فاصله زمین رو تا خورشید به طور متوسط 150 میلیون کیلومتر میدونیم. دقیقتر اگر بخواییم 149 میلیون و 598 هزار کیلومتر. عددی در اینجا
این رو میگن یک واحد نجومی، astronomical unit. بنابراین در منظومه شمسی با astronomical unit بسنجیم. فاصله زمین یک astronomical unit. فاصله عطارد که کمتره باید در حدود نیم و اینا باشه. زهره هم همینطور. ولی مریخ باید از یک بیشتر باشه. حالا یه جدولی میدم این صف چیز رو فاصله سیارات رو بده. در فاصله های خیلی بزرگ از پارسک صحبت میکنیم. پارسک عبارت از اینه. یه خورشید، این هم مدار زمین دور خورشید، این هم مدار زمین دور خورشید، خورشید اینجا باشه. شما اونقدر برین دور، که فاصله زمین تا خورشید رو یک ثانیه قوسی ببینید. وقت این فاصله یک پارسک خواهد بود. پارالکس سکند. پارالکس به این بود زاویه میگن. مثلا من اون تابلو رو بالاشو تا پایینشو فکر میکنم اگر ایشو عمود هم به بالا و پایین برسه این زاویه بشه 5 درجه. پارالکس اون تابلو ارزش 5 درجه است برای من. اون وقت پارسک عبارت از فاصله است که از اون فاصله قطر فاصله زاویه خورشید و زمین یک ثانیه دیده بشه. میتونید حساب بکنید این چقدر این فاصله رو اگر من بگم دی، این رو بگم یک astronomical unit، و وقت اون زاویه سینوسش، سینوس یک ثانیه، مساوی خود یک ثانیه، یک ثانیه یعنی دو پی تقسیم بر 180 درجه ضرب در 60 دقیقه ضرب در 60 ثانیه، این باید برابر باشه 150 پی تقسیم بر 180 درجه. بله. این رو حساب بکنید که این فاصله دی چقدر خواهد شد. عدد قابل توجهی. ببینید اینا رو باید ضرب بکنیم بیاید. ببخشید این یک ثانیه بود، یک ثانیه عبارت بود از یک ثانیه عبارت بود یک astronomical unit تقسیم بر دی. حالا دی رو از این فرمول حساب بکنید، تقسیم بر دی. این رو به دست میارین، یک astronomical unit تقسیم بر یک ثانیه بر حسب رادیان 149000 تقسیم بر پی تقسیم بر 180 60 میشه 3 در 10 به توان 13 کیلومتر. اون وقت یا 3.26 سال نوری. سال نوری نور با 300000 کیلومتر در ثانیه حرکت میکنه. ببینید یک سال چند ثانیه است؟ 365 روز و 60 6 ساعتش چند ثانیه ضرب در 300000 کیلومتر بکنید. این یک پارسک 3.26 سال نوریه. و این فاصله رو لازم خواهیم داشت برای که نزدیکترین ستاره به ما 4 سال نوری فاصله داره. بنابراین بهتره که با پارسک اندازه گیری بکنیم. ستاره ها خورشید رو به مشخصات فیزیکیش نگاه بکنیم. جرم خورشید 2 در 10 به توان 33 کیلوگرم،
شعای خورشید چشمای 90 در ابدان 5 متر 700 هزار کیلومتر میشه این درخشندگی خورشید. درخشندگی اینه که در یک ثانیه چقدر انرژی از خودش میده بیرون، نه اینکه به ما برسه ها، چقدر کلن میده بیرون. این عبارت است از 3.90 در 10^26 جول بر ثانیه خورشید از خودش انرژی میده بیرون به صورت اشعه الکترومغناطیسی. چی میگفتیم؟ کجا؟ شش ممیز 90 در 10^5 اینجا چقدر نوشتم؟ اینجا همینه دیگه، 700,000 کیلومتر باشه باید. درست. در 10^26 جول بر ثانیه دمای فوتوسفر. ببینید درون خورشید خیلی داغه، ولی فوتوسفر خورشید حدود 6000 درجه است، کمی کمتر. اینجا چقدر گفته شده؟ 5800 کلوین. این رده بینابی رو روش صحبت خواهم کرد، ولی داستان عبارت از اینه. ببین ستاره اگه خیلی داغ باشه، خیلی خیلی داغ باشه، داریم ستاره هایی که مثلا 10,000-12,000 درجه دمای سطحشونه، اون وقت هیدروژن و هیلیوم و این عناصر سبک ایونیزه هستن و خیلی از عناصر سنگین‌تر چند تا از الکتروناش از دست داده. بنابراین در ستاره که خیلی داغ طیف هیدروژن نباید ببینید، برای اینکه هیدروژن خنثی وجود نداره تا اینکه این تحریک بشه بیاد پایین. در عوض اگر ستاره خیلی سرد باشه، حتی مولکول در جوش هست، بنابراین طیف مولکولی میتونیم ببینید. اینی که به طیف ستاره ها نگاه بکنید به شما خواهد گفت که دمای ستاره در چه حدوده. اگر خیلی تمیز بود معلومه که این چیز ستاره داغه، اتمسفرش همه چیز سوزونده. ولی اگر شلوغ بود طیفش، این مولکول ها و اینا وقتی که تشکیل میشن طیف مولکول ها اینا بسیار شلوغه، مثلا به صورت باندن، حتی به قدری نزدیک به هم چیده شدن باند مولکولی تشکیل میدن، یعنی که طیف اونها خیلی شلوغه و بنابراین این ستاره ها شلوغه دیگه، یه جور دیگه چون دماشون کمه و اینا رده بندی میکنن O B A F, G, K, L, K, L, M نداره تا M داره. وقت این طیف رده طیفیش G 2ه که رو بعدا توضیح میدم که منظور از این چیه. مثل اینکه همینجاست ستاره های دیگر کم و بیش مانند این خورشید بود، توصیف کردیم. ستاره های دیگر کم و بیش مثل خورشید هم. یه مقدار بزرگتر، یه مقدار کوچکتر. ستاره های دیگر کم و بیش مانند خورشید هم. جرم آنها ممکن است چند ده برابر بزرگتر یا چند برابر کوچکتر باشد.
و ممکن است چندین ده یا صد یا هزار برابر کمسوتر یا درخشنده تر باشند، ممکن است جوانتر یا پیرتر باشند، ممکن است کوتاه عمر یا دیرزی باشند. همه اینا رو میتونم اگر توضیح بخواین بهتون بدم. دیاگرام هرتسپرانگ راسل، این رو دقت بکنید، این رده طیفی، نوع طیفی که میبینین O, B, A, fine girl, kiss me. اگر میخواین یادتون ببونه. O, B, A, fine girl, kiss me. این رده طیفیه. خورشید رده طیفیش، بین هر کدوم از اینا رو ده تا قسمت بکنید. خورشید جی دوه. اینجا قرار گیره. این کم و بیش دمای ستاره است. ببینید این ستاره وسطش 30,000 درجه، این فاصله، فاصله این و این حدود 10,000 درجه. خورشید که اینجا بود 5,800 درجه. بنابراین رده طیفی معرف دماست بر حسب کلوین. ستاره های خیلی داست از 30,000 درجه، ستاره های خیلی خنک تا 3,000 درجه. کمبوش میتونیم بگیم که این یک مقیاس لوگاریتمیه. ببینید 3,000، 30,000، 3,000 و 30,000 ده برابر. این رده یه سکیل لوگاریتمیه. اما قدر مطلق باید تعریف بکنم. قدر رو قدیمی ها ستاره ها رو به 6 دسته تقسیم میکردن. روشنترینش رو قدر 1 و اون کمسوترینشون که به چشم میتونستن ببینن قدر 6 رو میگفتن. اون وقت چون وسایل اندازه‌گیری تلسکوپ اینا هم نداشتن دیگه قدر 1 تا 6 بود. این رو ستاره هر کجا میخواد باشه این قدر رو با چشم شما میتونستین چیز بکنید. اون وقت الان نه، چون وسایل اندازه‌گیری داریم شما میتونین روشن‌تر از قدر 0 پیدا بکنید. این قدر 0 کم و بیش ستاره های بی بودن که واقعا و روشنتر اونا رو می دیدن. این قدر 0 ببخشید قدر 5.01 اینجا اینا کم و بیش نزدیک میشه به ستاره های او که می تونستن ببینن. این قدر مطلقه. من الان دارم از قدر ظاهری صحبت می کنم که الان خواهم گفت که چیه. وقت الان میتونید ستاره های بسیار کمسو رو ببینید. قدر 0 هر چقدر پایین تر برین کمسو تر میشه. قدر 6 اینجا اون چیزی بود که به چشم میتونستن ببینن. این تیکه ها رو نمیتونستن ببینن با چشم غیر مسلح. شما میتونید از 5، 6، 10، 15 تا کم سوتر از این هم تلسکوپ های موجود دارن میبینن. از قدر 15 به پایین. هر چقدر این عدد بالا بره معناش اینه که ستاره کم سوتره. منتها قدر مطلق تعریف میشه شما ستاره را اگر بیاریم بگذاریم در فاصله 10 پارسک، 10 پارسک یا 10 کیلو پارسک، روشناییش هر چقدر شد اون رو میگیم قدر مطلق.
یه قدر ظاهری تعریف میکنیم. یه فرمولی هم بود اگه یادم باشه، خیلی وقت این چیزها رو